توی این ویدیو اومدیم مرکز شهر جدایی، از سر جمال‌زاده میریم به سمت دانشگاه تهران که یه زمانی میگم خیلی هاتون باش خاطره داشتیم و مطمئنن خیلی چیزا براتون تغییر کرده. توی این ویدیو زمستونی که تو سال 2024 براتون گرفتم، حالا هوای جدید توی این آلودگی هوا به نمایش بذارم. با من همراه باشید ببینیم چی میبینیم و چی پیش میاد. درود و پاروان خدمت شما عزیزان ده. بله، همون فکر روی نقشه مشخص اومدیم سر جمالزاده، تقاطع خیابون آزادی یا همون آیزون هاور، جایی که یه زمانی اینجا فرش شد تا خود میدون شهریار یا آزادی کنونی شد میشه گفت. به جرأت پرخاطرترین خیابونهای تهران به حساب میاد این خیابون آزادی که میره میخوره انگلاب. خیلی ها ممکنه با اسم مجسمه خاطرشون بشید سر جمالزاده است. یه تنها یادم اینجا ما مینیبوس سوار میشدیم میرفتیم تا خود تجریش هم و میرفتیم دروند و یه صفایی میکردیم. خواهی نمیدونم الان هستم این قضیه ما در کل میشه گفت اینجا جز جاهای پر خاطره خیلی از ما از مخصوصا خود من اینجا کلی خاطره دارم با همگه داریم این سمت دانشگاه تهران. این وسط هم همه چیز با همگه نگاه این سمت میدون خیلی خلوته. حالا اگه برسیم این سمت قشنگ میتونیم مقایسه کنیم پر از سینماهای قدیمی که حتی هنوزم استفاده میشن و حالا نمیگم فیلم ها خیلی کیفیتشون خوبه ولی خب هنوز مورد استفاده قرار میگیرن. از سینما مرکزی یا همون کنارش سینما پارس یونیورسال اگه اشتباه نکنم یا سینما بهمن، همون سینما کابری قدیمی که کلی فیلم جالب میداشت در گذشته. البته من که تجربهش رو نداشتم ولی شما عزیزان انقدر خاطرات گوناگونی برای من تعریف کردید از فیلم های اون موقع و همین خاطره برای من مثل خاطره خودم شده. اینجا ورودی یکی از درهای خروجی ایستگاه مترو میدون انقلاب. الان قیمت های اینا رو نگاه کنید ورودی 70 تومان ده دارم میشه 5 تومن اکبر دیگه 120 تومن. قیمتاش خیلی پایین بوده مجیب قریب آدم نمیدونه که کیفیتش چیه. اونجا پیتزا مخصوص 140 تومن، اسپرسو 20 تومن، کاپوچینو 30 تومن، کاسپرسو 30 تومن، چای ماسالا 30 تومن. قیمت جگر مرغ 60 تومن، سوسیس بندری 60 تومن، رانچو پیتزاش هم 140 تومن تا 150 تومن. خیلی اتفاق افتاده میدون انقلاب خیلی دستخوش تغییر شده نظر ساختاری یا معماری. بعد از انقلاب که این سازه رو گذاشتن وسط و قبلش هم که خب میدون مجسمه بود اون مجسمه گذاشتن رو کلن تخریب کردن، بعد سازه رو گذاشتن و این سازه رو برداشتن گذاشتن کنار این گنبد و قبلش یه گنبد دیگه زدن گفتن فراماسونیه ماسونیه، اینو عوض کردن تغییر دادن. هنوز هم به همین داده نیستم احتمالا تغییر کنه. این جلوتر میدونی چیم الان سر سیمتری هم کارگر جنوبی که اگه مستقیم بریم رو پایین میشه میدون پاسور، میدون هر همون باقشاه میره تا میدون گمرک و راهن و انتهاش میخوره به میدون راهن. کلن یه زمان ریشه که تهران همین خیابونا بود ولی در حال حاضر خب خیلی گسترش پیدا کرده. سال 2024 گفتم اولین ویدیویی که تو
زمستونش برای قرار دادم انقلاب هم حتما داشته باشی، پر از آفروشی و کتاب های درسی و کمک درسی و حتی رمان و هر چیزی که شما فکر کنید پیدا میشه، به علاوه کلی پایان نامه چون اینجا هر چیزی که بخوای میتونید بخرید. و اینه که باعث میشه که بار درسی ما روز به روز بیاد پایین. قبلا موجود کشورهای بودی که نظر پایان نامه و مقاله نویسی جز رو باید معتبر بودیم و در حال حاضر نیستیم. این کامیه باشه من هر بار رفت میشم بمب خاطره است، به دردی که خودش بمب خامه است برای من بمب خاطره هم هستش. تو میبینید دیگه تا چش کار میکنه، کتاب فروشی و کتاب های درسی و پر از دانشجو دیگه، به خاطر دانشگاه تهران یه آدم دانشگاه آزادی که این اطراف هست اینجا پره. هم دیدم ازم بدیم کلی آدم داره مقاله میشوشه. بریم بالا میدون. الان اینجا رسیدیم خیابون انقلاب، یعنی از میدون مجسمه انقلاب به این سمت دست راست بریم میشه خیابون انقلاب یا همون شاه رضا. اینا رو اگه اینام سینما کابلیه دیگه بهمن خیلیاتون میبینید، اونم که ایستگاه بیارتی به سمت تهران پارسه، سمت قربش هم که میره سمت میدون آزادی همون شهریار. بلیتش 3800 تومنه و چون خط ویژه یا خط مخصوص خودشو داره اصطلاحا ما حالا بکنه خط ویژه همون بیارتی میگیمش. من چون همین رو میگم بسه هم از اینه که خیلی سا نیگاه نیستن ممکنه حالا با اصطلاحات خودش میدون شده رو بدون من جاتا ندیده باشه یا اولی بارش که میگه من میبینم و این خاطر من توضیح میدم. من شیفم جای قدیم طبق معمول ما خط آبرو بیادیم رد میشیم توجه کاملا صرف بسیدیم این دفعه. این نگاره ای که اینجا هست جده تابلوی بزرگ شهر تهران به حساب میاد، گربه بزرگ به حساب میاد. هر بار تعویض این بیلبورد هزینه چند صد میلیونی داره، یعنی شاید حدودا فکر کنم فقط تعویضش 1 میلیارد تا 1.5 میلیارد هزینه شده و بیشترم دولتی تغییر میکنه. واقعا خصوصی واسه هزینه دادن این بیلبورد به این بزرگی بسیار زیادی سنگینه برش. اینجا هم که اول کارگر شمالی یا همون امیرآباد، امیرآباد جزو محلهای خوشنشین و قدیمیه تهران هم به حساب میاد. اینجا پر از کافه‌های مختلفه، کافه سنتی های جاده مطابق خیلی از دانشجوی گل هست که با هر تنگیوی اینجا میشه دیدشون. پر دیدی خونه های قدیمی و نوساز کنار هم دیگه. حالا در ادامه هم تراشگاه هم قیمتشو بهتون خواهم بود. کرومه ای 10 تومن، سومن نه 8 تومن خیلی گرم شده ها. من این آشان کلی چه ها تراشگاه هستم واقعا یه مدت صرف نظر کردم. یه پر از فسفودی و ساندویچ‌های مختلفه حتی اینکه قش دانشون که درست حتی اینجا نو نم نو شیر رولتی هم بونه ای میخورن چون آدم جفت شده هم بودن چون که به شدت زیاد از هم آدم فرمایی نهار آزره بگه بگه نیم بریم به سمت دانشگاه تهران بودیم که مستقیم هم اگه میرفتیم رسیدیم به بلوار الیزابت یا همون که شاهه است و پارک لاله یا همون فرع سابق که موزه هنرهای معاصر هم اونجا قرار داره.
برگردیم بریم به هم. من عاشق این سبک از معماری 50 سال پیشم. خوشبختانه خیلیشون اجازه تخریب نمیدن و به خاطر کد ارتفاعی که دارن هر از جایی هم میبینیم که یهو این وسط یه 7 طبقه میزنن. برگردیم. هوا هم یه توی زمستون فوق العاده عالی تر میشه واقعا. روزای بدون اکسیژن یا ما سفری میکنیم. یه چیزی بهتون بگم برای اون اشکال نمیده. من کلا به صورت سلبدایه صحبت میکنم همزمان توی ویدیو و ممکنه بهتون رو خواه به شبای جوزی تو اسما یا هر چیزی بکنم. الان میبینید چقدر دست فروشی اینجا هست. اینا اصولا شهر خیلی سرده پنج به بعد مثلا یه کاری باشون نداره و اون داره بیان داری که اینجا اگه ببینی مثلا معلوم یه باجی دادن و یه ساعت 12 ظهر که کلاسای دانشجو تموم میشه و اینجا جوت جاهای رفت آمده شروع میشه میان بساط میکنن. خب یا پنج به بعد دوباره کلاس ها خیلی کم میشه برای همین ناظرم اون باجه رو هم پرداخت کنن و بیان زمان حرکت کنن. و خیلی جالبه الان یکی که عرض میفروز خیلی قشنگ و زیبا و خوش دید میتونم در مورد استایل زیبا صحبت هم تو به من حواده یه شخصی خوش دید نیستن و الان نگرش داره بتونه اون حد بشه حالا اون جنسی که داره رو بفروشه اون برای شما همه چیز در حواده تغییره. اینجا که در دیگه مثل که به سمت دانشگاه تهران دیگه میشه از امیر نور شجورتر شد بکنی که خیلی دانشجوهایی که این اطراف هستن میان به سمت در دانشگاه میگم در دانشگاه در مترو من پراشکی دیدم و خود بیخود چرا نمیخوام این دانشگاه میدم پراشکی ها تا 35 تومن شما بیدیم 40 تومن بیدای معمولی هم پراشکی معمولی 20 تومن که دیگه رسیدیم به سینما کابری و اون سینما برهان بلیت سالن اصلیش همون سالن یک گروه 60 تومنه سالن 45000 تومن. البته نگاه تو ایران فیلم‌های روز دنیا رو که قرار نمیدن همش فیلم‌های داخلی خودمونه و قیمتش پایینه اینم رو فکر نکنید. بله اون دست خیابون رو میبینید دست خیابون الان همه نشریات و یا کتاب فروشه مختلف حالا تو هر رشته داخل پاساژ ها همینطور کتاب نایاب یه کلی کتاب دست دوم پیدا میکنید که اگه اهل دل باشید و اهل کتاب مسلماً چیزه به درد و خودی هم پیدا میشه بردش واقعا آدم های عجیب قریب یعنی من تو کتاب دست دوم میشن نه همه شون ولی قریبشون به همین صورت من که دارم نزدیک خاطرات خودم میشم به سر خیابونه 16 آذره. شما به من بگید اسم قدیمی چی بوده دوست دارم بدونم. کنارش هم که دانشگاه تهران دانشگاهی که سال 1313 توسط رضا شاه بنا شد و تا به امروز جزء دانشگاه خوب ایران به حساب میاد. که اگر بچه هایی که دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن چون ایران نیستن خیلی هاشون سال به سال مهاجرت میکنن. البته نه فقط این دانشگاه دانشگاه دیگه هم همینطور. خودمون هم یه زمانی آخرین دانشکده بودیم دانشکده معماری. وقت خودم از بیرون دیدم از تقریبا 2 سال پیش خب خیلی سخت میگیرم بریم تو یعنی من هر کاری کردم برم تو نشد. یه ویدیو قدیمی دارم که رفتم تقریبا 2 سال پیش رفتم داخلش یعنی واقعا خیلی سخت میگیرم. قدیم اینجوری نبود خیلی راحت میتونستی بری داخلش کسی با کاری نداشت هستن و یا تبدیل میگن سبک خودشون خیلی مالی
داریم میرسیم به سردر خود دانشگاه تهران. برای خود من که کلی خاطره زنده میشه وقتی میام دوستم، شاید اگه وقت و زمانش رو هر روز یکی دو ساعت قدم میزدم کنار تمام خاطرات خودم دارم به شخص دیگه. ولی هر نسل که میره جلوتر بی‌پرواتر میشه به من و شجاعتر. حالا به امیدوارم که اتفاقات خوبی براشون بیفته، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی. تا ویدیو بعدی پر انرژی به دوست.